هولوکاست واقعی در ایران. ماجرای مرگ 7 میلیون ایرانی به دست انگلیس‌ها چه بود؟ چرا سربازان انگلیسی از دیدگاه ایرانیان منفورند؟ اساطیرنامه، مروری بر تاریخ ایران. وقتی که نیمی از جمعیت ایران در زمان احمدشاه و جنگ جهانی اول به راحتی توسط انگلیس ها قتل عام می شوند، تا حدی که مردم از گرسنگی و فلاکت وادار به خوردن موش و گربه و حتی خوردن آدم می شوند. در این مستند به جنایت عجیب انگلیسی ها در ایران می پردازیم، جنایتی که 7 میلیون ایرانی را به کشتن داد. همراهان گرامی، چنانچه به این سبک مطالب تاریخی علاقه‌مند هستید، این مطلب را لایک و اساطیرنامه را سابسکرایب کنید. جهت تماشای این مستند تا انتها با ما همراه باشید. به نام خدا. یک هفته پس از تاجگذاری احمدشاه، آخرین شاه قاجار، جنگ جهانی اول آغاز شد. قسمت مهمی از این جنگ برای غارت نفت ایران بود. هیچ کشوری به اندازه ایران در این جنگ متضرر نشد. ایران ابتدا اعلام بی‌طرفی کرد، اما قوای انگلیس از جنوب و ارتش روسیه از شمال بخش‌های گسترده‌ای از ایران را اشغال کردند. قوای انگلیسی تمام غلات جنوب شرق ایران را برای خوراک سربازانش خرید، به طوری که دیگر گندمی یافت نمی‌شد. معلوم است این همه سرباز خارجی نان برای خوردن می‌خواهد و این گونه غلات در شهرهای مختلف مصادره شد و خاروبار و قلعه ایران که غذای اصلی مردم بود به شدت گران شد. انگلیسی ها بعدها اعتراف کردند که هنگام اشغال ایران می توانستند قلعه سربازانشان را از سایر نقاط دنیا به وسیله کشتی به ایران بیاورند، ولی این کار را نکردند. می گفتند اگر محصولات غذای ایران را جمع نمی کردیم، باید خودمان آن را می آوردیم و بخشی از ناوگان کشتیرانی ما برای قلعه اشغال می شد. در شمال شرق هم قوای روس تمامی راه‌ها را بسته بودند و از انتقال گندم به شهرها جلوگیری می‌کردند، مگر قلعه‌ای که برای ارتش روس بود. هزاران راس چهارپا از شتر تا قاطر توسط قوای اشغالگر مصادره شده بود و این موضوع باعث فلج شدن حمل و نقل مواد غذایی شد. اندک گندم باقی مانده تولید ایران به علت طمع ملاکین بزرگ و تجار احتکار می‌شد. از طرفی انگلیس مانع ورود مواد غذایی از هند و بین النهرین میشد و غلات ایران را هم به باکو و جنوب روسیه میفرستاد و این گونه تجارت و تولید محصولات کشاورزی مختل شد و قحطی بزرگی شکل گرفت که منجر به مرگ تقریبا 8 میلیون ایرانی از جمعیت 20 میلیونی ایران شد. در اثر این قحطی یک سوم جمعیت تهران از گرسنگی و بیماری های آنفولانزای اسپانیایی و وبا مردند. مرده‌ها به حدی شده بودند که اجساد را در گورهای دست جمعی می‌گذاشتند. بازماندگان قحطی به پوست و استخوان تبدیل شده. دیگر اثری از سگ و گربه و کلاغ دیده نمی‌شد. حتی نسل موش‌ها برافتاده بود. مردم در اثر شدت گرسنگی به خوردن علف‌های صحرا و در برخی جاها مردم به جنون رسیده و به خوردن گوشت انسان رو آورده بودند. داناهو، افسر اطلاعاتی بریتانیا، در کتاب سفر به پرشیا می‌نویسد: پشته های اجساد چروکیده مردم فلک زده و زن و مرد در معابر عمومی افتاده است. میان انگشتان سفت و خشکیده آنان، علف هایی که از کنار جاده کنده و یا ریشه هایی که از مزارع درآورده و میخواستند با آن از عذاب قحطی و گرسنگی کم کنند هنوز پیدا میشد. طبق روال سازمان اطلاعاتی انگلیس، انتشار اسناد محرمانه بعد از 30 سال آزاد است، اما اسناد مرتبط به ایران در جنگ جهانی اول پس از 100 سال هنوز در سازمان MI6 نگهداری می شود و این خود گواه هولوکاستی است که انگلیس برای ایران به وجود آورد و منجر به مرگ تقریبا نیمی از مردم ایران شد. همراهان گرامی اساطیرنامه، حتما نظر خودتون رو درباره این جنایت انگلیس ها در ایران برامون کامنت کنید و به همون بگید دوست دارید مطلب بعدی اساطیرنامه رو درباره چه موضوعی تولید کنیم. چنانچه به این سبک مطالب تاریخی علاقه‌مند هستید، این مطلب رو لایک و اساطیرنامه رو سابسکرایب کنید. پیشنهاد می‌کنیم این دو مطلب جذاب و دیدنی رو از دست ندید و تماشا کنید.